بلند شو خانم، بلند شو ببینم. بلند شو. خانم بذاری جمع شو. پاشو وسایلت جمع کن. بلند شو. بلند شو، بلند شو. پاشو. پاشو وسایلت جمع کن. همونجا سرشو تو پاشتی. را بیفت. آقا. بلند شو ببینم آقا. بلند شو. بلند شو. بلند شو خانم، بلند شو ببینم. پاشو خانم، پاشو جمع کن، پاشو. بلند شو، بلند شو جمع کن، پاشو. پاشو زود پاش. جمع کن. بشین اونجا. پاشو تو بند، پاشو. اوناشو بند. بس هرزو جمع کن ساکی دم بردار براقه بشین اسم چند سالته؟ 25 برو بالا اسم سن هفته یه بار منو میگیرن نمیدونی؟ برو بالا اسم سن اسم خانم بایستا ببینم این وقت شب با این لباس اونجا چی کار میکنی؟ بیا راه بیا ببین اینایی که اینجا میبینی تکلیفشون مشخصه اینا همشون میرن گرم خونه ولی من دلم نمیخواد که تو رو با اینا بفرستم بری من تو رو میبرم کلانتری زنگ بزن یکی بیاد دنبالت باشه باشه سوار شو بفرمایی خانم سوار شو بشه خیلی نگرانش شدم بقیهشون فرستادم گرم خونه ولی این یکی رو گفتم تو بیای حتما با شرف بزنی الان قطعا یه ده نگرانشم دیگه بیان کردندش فقط من خیلی نمیتونم نگهش دارم سلام من مددکار اجتماعیم من اگه قرار بود زنگ بزنم کسی بیاد دنبالم ببرتم با این سروز بیرون نمیزدم هر جایی میخوای منو بفرستین من به اون خانم قبلی هم گفتم فقط من خونه نمیرم به کسی هم زنگ نمیزنم همون فینش سلام از کردم خیلی خوش آمدید خواهش کنم بفهمید میرم الان میرم دنبالش بستید که مادر جو بیرم گوشیش تو ماشین بود ارزه نداشتی از آرشگاه تا خونه بیاریش نه؟ چی میگی عمو؟ پیچیدی هم تو کوچه در ماشین رو واکر فرار کرد خب تو خودت ارزه نداشتی دخترتو درست تربیت کنی میندازی گردن پسر من الان چه خاکی به سرمون کنیم بریم بیرون چی بگیم به مهمونا خب براش عروسی نمیگرفتید مگه اون دفعه براش جشن گرفتید که الان گرفتید اون دفعه هم از شرمندگی شما جشن نگرفتید ها
حالا بندازید گردن من. گردن شما نیست داشتیم، اصلا گردن منه، مقصر منم. اگه یه نفر دهن باز کنه بین این همه مهمون بگه عروس فرار کرده، چه خاکی تو سرمون بکنی؟ آخه فردا نمیگن که شهاب من دردش چی بوده که سری اول عموش دخترشو بهش نداده، این دفعه هم که دخترش با لباس عروس فرار کرده رفت. شما برید قاطی مهمونو تو حیاط بشینید تو ببینن چه خاکی باید تو سرم بریزن. گیرم که اصلا پیداش کردید. وقتی نمیخواد، وقتی همش گفته نمیخوام، نه این گوشیش دیگه. هنو اسم من رو داداش شهاب داره رو گوشیش. من با بابات حرف زدم، سرم بره حرفم نمیره. هر تو شده باشه میشونم این سر سفره تو. در با کن بیرون رو یه نگاه بکن، خیر سرمون آبرو داره محلی. ببین کازم، تو همون موقعی آبرو منو بردی چون پسره بی سر و پا رو کردی دماد خودت، بعدم فرستادیش در مغازه من، زندگی ما بار زد و رفت. داداش من اگه هر کاری هم بکنم به خدا قسم نمیتونم اصلا محبت های شما رو جبران کنم. این هنگامه باید هر طور شده زن شهاب بشه تا لااقل من یکی از خجالت در بیام. کون دختر احمقت، اینقدر به این دختر زور گفتی آخر اینطوری شد، حالا چه خاکی به سرمون بریزی؟ همون 4 سال پیش اگه مخ منو نخورده بودی الان این زن شهاب شده بود و داداش اصغر بیچاره منم از دست اون امیر عوضی دزد سکته نمی کرد و منم الان کاسه چه کنم چه کنم دستم نگرفته. خب نمیخواد، مگه زوره؟ اگه لازم باشه جنازش رو سر سفره حق میشونم. میبینی خوش آمدی پرویز خان، خوش آمدی، خوش آمدی، قربان شما. داداش، شهاب کجاست؟ بیرونه. تو برای چی اینجا وایسادی؟ ماشین سوار شو برو دیگه، الان میگن که کی باید بره دنبال عروس. کجا برم عمو؟ برو سر قبر بابای من فاتحه بفرست، برو جلو چش نباش دیگه. چش سلام قربان، خوش آمدید. بفرمایید خواهش. الو. بفرمایید. شما؟ آقای مهدوی؟ سلام. سلام. چیزی شده؟ نه. از چه نزشی میگم باباش بیاد؟ آخه خودش اصرار کرد که شما تنها بیایید. خلاف کرده؟ نه کاری نکرده، الان هم میتونید ببریدش. واسه اونتا... بگیم بیاد بریم دیگه، خونه کلی مهمون منتظرن. میدونم ولی میخواد با شما صحبت کنه. چه صحبت؟ بگیم بیاد بریم. شما چند لحظه بیاید داخل ببینیدش. میرم میگم باباش بیاد. آقای مهدوی من باهاش حرف زدم، همه چی رو به من گفته. الان عموتونم عصبانیه، بیاد اینجا یه کاری میکنه بدتر میشه. ببینید من اینجا نه مسئولم نه کاره‌ایم، دوست من اینجا کار میکنه، این خانم با این لباس بیرون میبینه نگران میشه میارتش اینجا، بعدم زنگ میزنه به من. شما چند لحظه بیاد داخل باش صحبت کنید، خواهش میکنم. ترسناکی هم که 4 سال پیش بهت گفتم با هم عروسی کنیم داری از دستم فرار میکنی تا همین امشب لباس تنت. شما از بچه آدم سرتو بنداز بریم خونه، انگار نه انگار چیزی شده. نمیتونم. که اینچی نمیتونم؟ خب نمیخواستی چرا تا اینجا اومدی؟ مراسم، مهمونی، آرایشگاه. من روحم هم خبر ندارم، بابا
من و مامانم رو فرستاد مشهد. وقتی برگشتیم خودش همه چی رو من کرده بود. تا امروز هزار دفعه بهش گفتم، التماس کردم، گریه کردم، به پاش افتادم، قبول نکرد. الان چیکار کنم؟ من چیکار کنم؟ آخه دردت چیه تو؟ نپرس. پس برای چی گفتی بیام اینجا؟ منو از اینجا ببر بیرون. یه دست لباسم به هم بده دیگه، تا عمر داری منو نمیبینی. اصلا تو میفهمی چی داری میگی؟ میفهمی چه بلایی سرمون آوردی؟ من نمیتونم بیام. غلط میکنی، نمیتونی. برای چی اینقدر دوست داری منو کوچیکم کنی؟ من اینقدر آدم به درد نخوریم که حاضری تن به هر خفتی بدی فقط برای اینکه زن من نشی؟ مشکل فقط این نیست. حرف مفت نزن بابا، مشکل خودتی. خب اگه مشکل منم، ببرم بیرون، بذار برم که دیگه مشکلی نباشه. خوبه دیگه، عروس شب عروسی قیمش بزنه، وقت منم بدونم کجایی، بیام ببرم بیرون، ولت کنم بری پیکارت. چی فرض کردی من ها؟ از بچگی اسممون رو هم بوده، وقت تهش رفتی زن یه آدم بیکس و کار شدی. شبم که شب عروسی من نگذاشتی در رفتی. اصلا فکرم نمی کنی مردم چی میگن باید سرمون که. من میرم میگم بابات بیاد خودش هر کاری بخواد بکنه. اگه بابام بیاد هر جوری شده امشب منو میبره خونه. من نمیتونم بیام شب. نفر دیگه نمیذارم. سمیر رو دوست دارم. من نمیتونم بیام. یعنی چی نمیتونم بیام؟ نکنه توقع داری من چطور سرم کنم برم بشینم با تیم هرم؟ بلا بیا فریم بابا. منو امیر، هنوز هم دیگر میبینیم. مادر طول که بندازی سرت بیا بریم. بیا بریم گم شنا بیا فریم. بیا بریم بیا. چی هم بهشون نگو، بذار اینم چه خاکی میتونم تو سرم بریزم. عمو حالا دیگه هنگام هم بخواد من نمیخوام. تو یکی دیگه واسه من زبون در نیار. پیش بابات آبرو داشتم که اونم رفت، الان فقط فامیلا مهمن. تو واکن بینم چه غلطی کردی. اون عموتو میبینی که داره بیرون با عصا میره و میاد؟
میبینی اون تلو فروشی برو بیادارشو که الان شده سگدونی که سالی یه نفر میاد یه حلقه میخره و میره؟ میبینی؟ اگه اون شوهر دزد عوضی تو اون برا رو سرش نیاورده بود الان داشت اون وسط لسکی میرخصید، نه اینکه با عصا را بره. امیر کاری نکرده. ببندون دهنه تو، کاری کرده یا نکرده تموم شد. فرار کرد، غیبش زد، غیابی طلاقتو گرفتم و سلام. اون حرف مفتی هم که دمه در زدی رو فراموشش کردم. بابا من و امیر میخواییم دوباره با هم زندگی کنیم. غلط کردی. ای وای، تو باید زن شاب بشی. من به زور زن کسی نمیشم. هیچی نگو دیگه. نمیای جلو مهمونا زشته. شما برو، من یکم بهش برسم میام. آقا کاظم یه دقیقه بیا ببین اسخر چی شده. چی شده؟ چی بگم آخه؟ نمیدونم شهاب چی بهش گفته، تمام تنش میلرزه. ای بابا چی میگه؟ هیچی داداش، چرت و پرت. چه بلایی بود که به جون ما افتاد؟ حالا شما خودتون ناراحت نکن، من درستش میکنم. آخه دخترت حرف حسابش چیه؟ گفته یه چیزی به شما بگم که بی خیال بشه. آخه میگه واسهش قسم خورده. قسم دروغ خورده؟ دختر من اگه عقل داشت که حال و روز من این نبود. حالا من چی کار کنم؟ هر کاری میخوایی بکنی بکن، اما نذاریم شباب رومون بره. خودشون باشن، عروسم میاد. کاظم بیا دوتر ببر سر سفره یخ شهر رو بکن. برای چی اومدین اینجا؟ اومده یکم هوا بخوره، الان میایم پایین. تو برو پایین پیش مهمونا. آخه برم چی بگم؟ مثلا کار خوبی کردی رفتی برای شهاب قسم خوردی؟ باورش نمیشد. اون زبون تو بچرخون ببینم چی شده. بهت میگم حرف بزن. وقتی همه چیز افتاد گردن امیر مجبور شد که فرار کنه.
منم رفتم دنبالش. میخواستی زنش بشی که شدی، بعدم فرستادیش در دکونه عمود که اون افتضاحو به بار آورد. بابا اجازه میدین حرفمو بزنم؟ پیداش کردم، گفت کار اون نبوده. از کاری کی بوده؟ یک کلید امیر داشت، یک کلید عمود. دیگه چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که من باور کردم کار اون نبوده. اون چطور گفت که تو باور کردی؟ جون منو قسم خورد. کسی که قرار سرش بیاره بالای دار قسمش قسم نیست، ناله است. من باور کردم. دو سال پیش وقتی غیابی طلاقمون رو گرفتین، ما میتونستیم رجوع کنیم، منطور نکردیم. یعنی امیر نخواست، گفت پدرت باید رضایت بده. قرار شده بود که من بیام با شما حرف بزنم که این داستان رو پیش اومد. اگه من میخواستم بمونی پس چرا طلاقتو گرفتم؟ شما از خجالت عمو طلاق منو گرفتی. برای اینکه شوهر تو آدم نبود. من برم به داداشم چی بگم؟ بگم دختر من با اسرائیل تو ریخته رو هم؟ نمیگه چقدر بی‌معرفتی؟ شما منو مامانو فرستادین مشهد، بعد خودتون بریدین دوختین. وقتی من برگشتم گفتین تنت کن، یک کلمه از من نظر نپرسیدین. من که از اولش گفتم نه. تو غلط کردی گفتی نه. بابا اجازه میدین خودم با همو حرف بزنم؟ بیجا میکنی کاظم. پاشو برو پایین پیش مهمونا، بلند شو برو. کاظم تو رو خدا اذیتش نکن، برو. مگه من بابات نیستم؟ هستم یا نیستم؟ هست. عموت منتظر خبرش کنم بگه آقایت بیاد عقدو بخونه. میخوای بیشتر از این خورد بشن؟ نه. خب بگو چی کار کنم؟ یادتونه چقدر اصرار میکردیم که با شاه بررسی کنم؟ اگه حرفای منو گوش کرده بودی الان به جای این مصیبت همه اون سر خونه زندگی خودمون بودی. من برای ازدواج با امیرم راضی نبودم، مجبور شدم انتخاب کنم بین امیر و شاه. اگه دلت با امیر نبود پس این کارا دیگه چیه؟ اولش نه، ولی بعدش دیگه کم کم دوستش داشتم. بابا شاید اگه انقدر به شاب اصرار نمی کردین من یه انتخاب دیگه می کردم. شاب مثل داداشم میمونه، صد سال دیگه هم بگذره من نمیتونم باهاش ازدواج کنم.
مگه نمیگی بعد از عروسی از امیر خوشت اومد؟ خب شهاب هم همینطور. چی میشه؟ هزار بار راجع به این موضوع حرف زدیم، واقعا فهمش انقدر سخته. حاضر، مهمونا دارن میرن، دیر شد. داریم با هم حرف میزنیم. ببین ما رو به چه روزی انداختی؟ شما کی نشستیم مثل الان روبرو ما با هم حرف بزنیم؟ بشینید بگین چی دوست داری، چی دوست نداری. اصلا بگی دختر دردت چیه؟ دردت چیه؟ الان دیگه خیلی دیر شده. یه نگاهی تو حیات بنداز، ببین با خودمون چی کار کردیم. بابا مگه قرار نیست من با یه نفر تو خونه زندگی کنم؟ خب پس چرا شما باید انتخابش کنید؟ اصلا دوست داری من با شعب ازدواج کنم اما چشم دنبال کس دیگه ای باشه؟ میگم عمود بیاد بالا، یا بهش میگی دروغ گفتی و کاری رو که من میگم میکنی، یا بابا میدونم ایش وقت از امیر خوشتون نیومده، ولی مطمئنم شما میدونین که دوزی کار اون نیست. دخترمی، ولی امشب بهت حسودی کردم. نمیدونم به عمود چی میخوای بگی، ولی کار درست رو انجام بده. اون دفعه گفتی شهابو نمیخوام، پشتت وایستادم، این دفعه هم وای میسم. ببخشین امشب اینجا عروس نداریم، شام که رسید بخورید برید به سلامت. کاظم به دخترت بگو
زنگ بزن امیر بیاد اینجا، همین حالا بیاد اینجا، بیاد اینجا مثل یه مرد تو چشام نگاه کنه، بگه دزدی 3 سال پیش کار اون نبوده. اینو باید به من ثابت کنه، اگر نه بقیه عمرمو خودخوری میکنم که چرا زندگی این دوتا بچه رو خراب کردم. بگید بیاد، اگه نیاد اینجا به والله احلالتون نمی کنم. عمو، امیر میاد، ولی میاد که حقیقت رو بگه. از اولش هم میدونستم امشب پسرم داماد نمیشه. آخه چرا اصرار کرد؟ امیر، برام تله گذاشتی؟ خیلی بری تو به بابام چی بگی؟ هرچی بوده کار من نبوده. اگه بفهمه کار تو نبوده بد میشه. کار من نبوده. حالا این چراغونی ها چیه؟ اون ماشین عروس چیه؟ اینجا چه خبره؟ قرار بود عروسی باشه. عروسی؟ عروسی کی؟ تو نمیدونی؟ من کجا بودم که بدونم؟ مثلا قرار بود عروسی من باشه. تو اگه شهرمنده بودی حالا لباس دوماده تنت نبود. یه لحظه واسه بسایی چیزی بهت بگم بعد برو. امیر، از اولش قرار بود من این گام زن و شوهر باشیم. نمیدونم چی شد یه خوی سر کله تو پیدا شد، همه چی ریخ به هم. از وقتی تو اومدی تو زندگی همش احساس میکنم یه چیزی که مال من بوده، قسمت من بوده رو تو برداشتی بردی. واسه همینم وقتی اومدی همه مغازه اصلا چشت دیدنه تو نداشته. بعد خواستم یه چیزی بشه که تو بذاری بری. خدا اصلا فکرشو نمی کردم اینقدر شهر درست بشه. در چی میگی مرد حسابی؟ فقط میخواستم بابام بندازه تو رو بیرون. همین رفتم از خونه آوردم.
های طلایی که از مغازه بابام برداشتم اینطوره. اون سال تمام زندگی بابام بودین. همین الانش هم فکر کنم عرض نصف زندگی اهالی این محل. شرمندت هم میره. یعنی کار تو بوده؟ صافت، تو با زندگی هم بازی کردی، تو زندگی منو خراب کردی، تو منو آواره کردی، تو منو ویرون کردی. شرمنده. خدا من نمیخواستم این شوی شرمی کشم. امشب قرار بود عروسی من هنگامه باشه. امیر همه چی رو بهم گفت. میدونم هنوزم دلش با توه. جلو همه هم گفتش که دزدی کار تو نبوده. خدا من بابام خوب نیست امیر. بفهمی کار من بوده تا صبح هم دوون نمیاره. قول میدم دیگه هیچ کاری به کار هنگامه نداشته باشم. فقط که مردونگی بکن. کیفر ها ازم بگیر ببرش تو برش به بابا برش بگو برش بگو کار تو بوده از آبرون بره امیر. تو چی میگه مرد حسابی؟ تو سه سال به زندگی من بازی کردی. شرمنده. چه مدت لازم بوده تا کلمه عفو بر زبان جاری شود، تا حرکتی اعتماد انگیز انجام گیرد. بیا تا جبران محبت های ناکرده کنیم. بیا آغاز کنیم. فرصتی گران را به دشمن خویی اسکف داده ایم و کسی نمی داند چقدر فرصت باقی است تا جبران گذشته کنی. دستم را بگیر.